سلام دوستان، ما فکر میکنیم برای کردن کارهای بزرگ به زمانی طولانی و البته پول زیاد نیاز داریم. مثلا اگر خواهیم فیلم سازیم به تجهیزات مالی به اندازه زیاد این کار امکان ندارد، یا برای ساختن یگان موسیقی باید تجهیزات قیمتبها داشته باشیم و برای ثبت استودیوی آن پول زیاد صرف کنیم. برای ساختن آرایشات و محصولات نه چندان ارزان و سنگ‌های قیمتبها نیاز داریم. اما در اصل چنین نیست. برای آنکه در صفحه تاریخ جای پای خود را گذاریم، فقط با کم کوشش و استعداد نیاز داریم. اینجا ما درباره شخصانی با استعداد معلومات می‌دهیم که از هیچ چیز توانستن کارهای بزرگ کنند. پس رفتیم به پیش. گودوین ایوسیا. در دنیای پیشرفته ما سمارتفون ها علاقه ادامه دستان ما به حساب می روند. حتی بعضی از متخصصان پیش بینی کردند که با گذشت زمان ما در اکران های کلان تماشا کردن فیلم را بس می کنیم. چون که امروزه تلفن ها نه تنها واسطه تماشای فیلم ها شدند، بلکه به خاطر فونکسی های پیشرفته که دارند حتی می توان آنها را برای ساختن فیلم استفاده کرد. با عنوان مثال این گروه کارگردان و بازیگران جوان از نیگریه، گودوین و امک بچه هایش مدت 3 سال است که به ساختن فیلم مشغولند. برای این کار آنها نه به کامیرای 1000 دلاره و نه به تجهیزاتی با قوت نیاز دارند. برای عملی کردن این شاهکار خود در ساحه علم افسانوی، آنها از یک سمارتفون ساده که صفحه اکرانش شکسته است، از یک پرده سبز و یک وسیله نگهدارنده عادی برای تلفن استفاده میکنند. باقی مانده همش در کامپیوتر ثبت می شود و به همان تأثیر مخصوصی که در کیناستودیه های کسبی ثبت می شود و نمایش گذاشته می شود. با گفته این جوانان، علم کار با کامپیوتر و پیچ تابی آن را به شرافات درس های ویدیویی که در اینترنت می بینند از خود کردند. با سبب پیوست اینترنتی بعدی که دارند، ویدیوهای دراز مدت را ترتیب داده نمی توانند و دوامناکی فیلم آنها تقریبا 10 دقیقه است. مدت است که نامزدی استحصال کننده فیلمی نالیوود با استعداد گودوین و گروه او شغمان شده است، چون این میگوید این جوانی که در ساحه ساخت فیلم پیشرفت کرده ایستاده است. او کار این جوانان را در توییتر خود پهن کرده است و آنها در این سایت مشهور شدند. با شرافت این به جوانان فیلم دوستار میسر گشت که در اینترنت به جمع‌آوری خیرخواهانه واسطه ها مشغول شوند و در نتیجه فعالیت این کمپانی اینترنتی جوانان حدود 6000 دلار به دست آوردند که آن را برای رشد نقشه های خود و زیاد کردن تجهیزات کاری صرف کردند. فراموش نکنم قید کنم که نالیوود دویومین صناعت درآمدناک‌ترین استحصال فیلم در جهان می باشد که از نظر استحصال سالانه فیلم ها فقط از بالیوود هندوستان عقب مانده است و جای دویوم را در جهان اشغال می کند. شک نیست که گودوین و گروه او به نزدیکی ستاره های نوی صنعت فیلمی بین المللی اعتراف می گردند. جان مگیرا وانگاره. کنیا یکی از کشورهای پیشرفته آفریقا می باشد. با وجود این، خلق تهجوی این کشور را لازم می آید که بعضی نویگری هایی را که در کشورهای دیگر عادی شدند فقط آرزو کنند. مثلا قوه برق را نه در همه جای این کشور دیدن ممکن است. حتی در پایتخت این کشور سیمچوب های گذراننده قوه برق کم به نظر می رسد. مردم خانه های خود را با لامپ‌های کرسینی که این واسطه هم قیمت است و هم به خاطر گازهای خارج شونده از درون لامپ ضرر آور می باشد روشن می کند. مگیرا وانگاره در یکی از شهرک‌های خرد کنیا زندگی می کند که سالهای پیش خلق این شهرک درباره قوه برق حتی آرزو هم نمی کرد. جان خودش برای گرفتن کرسین مجبور بود که 3 کیلومتر راه را پیاده پیماید تا اینکه شبانه در تاریکی خانه به سر نبرد. ولی او توانست همه این کار را تغییر دهد. این اختراع حدود 10 سال پیش به وقوع آمد. وقتی جان در مکتب میخواند درباره چگونه حاصل شدن قوه برق کنجکاوی میکرد. او پیخس کرده بود که لامپ دوچرخه برادرش هنگام حرکت چرخ روشن میشود. فیزیک جوان فکر کرد که چی میشود که این تکنولوژی را در اسباب‌های کلانتر تجربه کند. برای عملی کردن این کارش نیاز به سرچشمه انرژی داشت. در نزدیکی خانه آنها رودخانه نه چندان کلان میگذشت که جان در این رودخانه جنراتور را جایگیری کرد و در نزدیکی این رودخانه میکرو گیدرو الکتروستانسیا را ساخت. امروزها این استانسیا روزانه حدود 250 کیلووات انرژی تولید کرده خانه های در نزدیکی بوده را با قوه برق تامین میکند. ارکستر سبزواتی وینیگی. در کودکی شما هم بود حالت هایی که مادرتان تاکید کرده میگفت که با خوراکت بازی نکن.
اما پس از دیدن این رولیک ممکن بود که مادرتان فکرش را تغییر دهد. این ارکستر غیرعادی از استریا مدتی 20 سال است که فعالیت دارد و همه جهان آنها را می‌شناسد. مشهور بودنشان نه تنها به خاطر موسیقیشان است، بلکه به خاطر استفاده از اسباب‌های سبزواتی برای ایجاد موسیقی است. برای هر برآمدش این ارکستر اسباب‌ها را طول چند ساعت از سبزوات می‌سازد. بله، اینجا می‌توان نای را از سبزی، کرنای را از سوکین، برابن را از کدو و سبزوات دیگر همچون بقلاجان و بسیار عجایبات دیگر در مهندسی موسیقی را میتوان دید. معلوم است که برآمدها در این گروه موسیقی طول میکشد، چون که هر بار آنها با سبزوات مختلف هنرنمایی میکنند. سبزوات باقی مانده از ساخت اسباب‌های موسیقی را همچون محصولات برای تیار کردن سوپ استفاده برده، در آخر اجرای کنسرت تماشابینان را با سوپ مهمانداری میکنند. امی پیترسون، شما یگان مراتبه فکر کرده اید که نقش های کهنه روی دیوارها کجا غایب می زنند؟ قسم بیشتری آنها در زیر نقش های نو گم شده، قسم کوچک دیگر از این نقش های کهنه جانی دوباره می گیرند. یک صبح امی برای قدم زنی به بیرون برآمد و فکرش به پاره های نقش های کهنه شده، نقش های کهنه کنده شده از دیوار بند شد. این لحظه در سرش فکری پیدا شد که چی می شود اگر آنها را برای ساختن آرایشات استفاده برد. اولین فکر به نظر عجیب می نماید، اما بعد معلوم شد که این یک راه زنده تجارتی درآمدناک است. شما خودتان اهمیت دهید چقدر زیبا هستند این آرایشات. امی به این کار بسنده نکرد و راهش را ادامه داد. او نه تنها کار درآمدناک می خواست، بلکه می خواست که پروژه‌ای کشاید که به جامعه فایده آور باشد. برای همین به خاطر پیشرفت تجارت خود، زنهایی که در خانه اینترنت برای بی سر و بن‌ها زندگی می‌کردند و می‌خواستند که زندگی جدید را آغاز کنند، به کار جلب کرد. چنانه که عیان است جریان مطابق شوی با جامعه و یافتن جایگاه خود در جامعه برای چنین آدمان فایده آور است. به شرافت این کاری امی، این زنها نه تنها جای کار می‌یابند، بلکه دوباره حسی باوری نسبت خود حاصل می‌کنند. یکی از همکاران امی قید میکند که ساختن این آرایشات راه پیموده او را در زندگی شخصیش به خاطرش می آورد. یعنی از نقطه هیچ و گران ارزشی رسیده است. امیل ریلی، دوستانش او را همچون دکتر ماشین ها نام می گیرند. او می تواند از ماشین های گوناگون یگان معجزه دیگر آفرد و بیشتر دوست دارد که توسط این معجزه آفریدهش به سفر براید. چند سال پیش، حدود سالهای 1993، به مراکش سفر کرد. او باری اول نبود که به این شهر می رفت و همه مکانهای آنجا را خوب می شناخت. چنانه که معلوم است زندگی پر از واقعه های غیر انتظار است و امیل را هم در این سفرش حادثه غیر انتظار در پیش بود. درست در بین بیابان ماشین به سنگ برخورده و ایران شد. در این حالت چی باید کرد؟ کمک کسی را انتظار شدن بی‌فایده بود. تا نزدیکی شهر 30 کیلومتر راه بود. تنها چیزی که در آنجا می توانست امید را نجات دهد دانش و استعدادش بود. با شرافت علم و استعدادش در سر جوان فکر پیدا شد که اتومبیل کوچک خود را به موتورسیکل تبدیل دهد. برای این کار او به 12 روز مهنت طاقت فرسا لازم آمد. باور نمی کنید، اما او در بین راه مجبور شد به خاطر ناموافق بودن قسم های واسطه نقلیاتش به پلیس جریمه سپارد. اما این امید را زیاد ناراحت نکرد، چون که خطر مرگ را پشت سر کرده بود. مت مک‌انتگارد، شما فکر میکنید ماشین های فوتولیستیه که در فیلم های مشهور ژانر افسانوی به نمایش گذاشته میشوند کار پردازهای کامپیوتری یا تنظیم های بسیار میلیونه هستند؟ این جوان از فلوریدا ماشینچه عجایبی را از واسطه های عادی پیش دست خود ساخت که بعد 1.5 سال کمپانی بزرگ اووردر برادرز به کار او توجه ظاهر کرد. مت مک‌انتگارد دائما فنات سوپر ماشین ها بود، اما برای خرید باردینی یا فراری پول کافی نداشت. برای همین تصمیم گرفت از جزئیات ماشین های ساده چیزی مخصوصی برای خود بسازد و چنین شد که ماشینی فیلمی جوکر از اتریات سماوبیس در اساس ساخت کهنه نیسان اینفینیتیو ساخته شود. برای آنکه این ماشین زیبا ساخته شود، مت و گروه کاریش از ماشین اساسی تنها یک سکلت به جای گذاشتند و ماشین جدید از مصالح نو و قیمت ساخته شد. البته با تنظیم شکل ظاهری ماشین کار به آخر نرسید، بلکه قوه حرکت محرک بلند سرعت وطنی 3.5 لیتر از 280 تا 400 قوه حرکت اسب بلند برداشته شد. با شرافت این ماشین، جوکر توانست با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در 3.5 دقیقه رقیب خود را پیش کند. مارک کاروین،
در فیلم های وحشتناک چی بیشتر از همه ما را میترسانند؟ اساساً این رسم ها یا تصویر های وهمناک فیلم نیستند، بلکه آوازهایی هستند که در فیلم صدا داده می شود. برای ساختن این صدا ها حتی تخصصی مخصوص لازم است. کمپوزیتور مارک گوروین از کانادا با ساختن این آوازها مشغول است. در جهان اسباب‌های گوناگون برای ساختن همه نمود موسیقی موجود است، اما برای تولید صداهای ترسناک اسباب ساخته نشده است. با همین خاطر فکری در سرش آمد که خودش برای ساختن این آوازها اسباب مخصوص اختراع کند و در این کار دوستی گیتاریستش به او یاری رساند. و ببینه چی به وجود آمد. لا ونزو. در آخر باز یک قصه موسیقی دیگر. برای این شخصی با استعداد از کیتای برای صنعت چیزی زیاده لازم نیست و برگ‌های عادی درختان این اسباب‌های ارزان‌ترین موسیقی در جهان هستند، میگوید لا ونزو. او با برگ‌های درختان از خردی بازی می‌کرد و حالا این هنر را از 7 سالگی تا 70 سالگی به دیگران نیز می‌آموزد. میگوید که در عصرهای قدیم از برگ‌ها برای ساختن صدای پرندگان استفاده می‌کردند و سپس انسان‌ها آموختند که با واسطه برگ‌ها موسیقی سازند، آن هم نه موسیقی عادی بلکه با تمام قاعده و قانونش. لا خود را بهترین نوازنده برگ در کیتای می‌داند و به همه کشورها سفر کرده است تا با این برگ‌ها هنرنمایی کند، از تشیه اثر کرده تا ایتالیا. می‌خواهید بدانید چگونه با این اسباب‌های عادی موسیقی می‌نوازد؟ اول باید با اهمیت و تجربه برگ را انتخاب کرد، میگوید لا. برگ باید به اندازه کافی صاف، ملایم و الاستیکی باشد. برای این انتخاب فقط باید تجربه داشته باشه. پیش از نواختن یک طرف برگ را کمی قطع میکنیم و سپس به دوام گذاشته مینوازیم. برگ شروع به لرزیدن میکند و صدای مخصوص میبرارد که صدایش به یگان اسباب موسیقی مانند نیست. هنگام مشق شما میفهمید که با عوض کردن حالت برق صدای آن نیز تغییر می‌یابد و می‌توان 7 نوت موسیقی را با آسانی از آن حاصل کرد.